سلام دوستان عزیز، به کانال آلمانی نیوز خوش اومدید. همونطور که در ویدیو میبینید، پسر بچه 5 ساله است که همونطور که مادرش گفته در روز به مدت 4 ساعت مدام از آیپد استفاده میکرده و وقتی که یه روز تعادل این بچه به هم میخوره اونو پیش پزشک و متخصص میبره، ولی تا این لحظه اونا نتونستن کاری رو انجام بدن. طبق این ویدیو و آخرین مطالعات علمی ثابت شده که استفاده کودکان از وسایل الکترونیکی مانند رایانه لوحی و یا رایانه‌ای بیش از 2 ساعت در روز به سلامت و روان اونها صدمه میزنه. مهمترین این آسیب ها میتونه صدمه به مغز در نتیجه اشعه‌ای که توسط دستگاه ها منتشر میشه، به ویژه اینکه مغز کودک در مرحله رشد سریع قرار داره، بنابراین این صدمات به راحتی امکان پذیر میشن. دومین مورد اینه که این امر بر توانایی های ذهنی کودک تاثیر منفی میذاره و منجر به عدم تمرکز، افسردگی، تأخیر در یادگیری، اختلال در حافظه و حواس پرتی میشه. سومین مورد این هستش که باعث کم شدن قابلیت های اجتماعی کودک مانند مهارت های زبانی و ارتباطات اجتماعی میشه. مورد بعدی اینه که این امر از نظر روانی تأثیر منفی بر کودکان میذاره و منجر به افسردگی، تنش و بیخوابی میشه. از موارد دیگه میتونیم به این اشاره بکنیم که در مراحل خاص ممکن هستش که منجر به اعتیاد به وسایل الکترونیکی بشه که مانند همون اعتیاد واقعیه. و گزینه بعد اینه که باعث اختلالات در خواب و بیخوابی میشه و کیفیت خواب کودکان رو پایین میاره. همچنین باعث بیماری‌های مختلف چشم مانند خستگی چشم، خشکی چشم و تأثیرات بد بر بینایی میذاره. باعث التهاب گردن و مهره‌های پشت به دلیل نشستن در موقعیت‌های اشتباه میشه و همچنین باعث چاقی کودک و افزایش وزن به دلیل عدم تحرکه. و مورد آخر این هستش که باعث به وجود اومدن بیماری سوء تغذیه در کودکان میشه. برای اینکه کودکان ترجیح میدن خیلی سریعتر غذاشون رو بخورن و یا اینکه غذا خوردن اونها به صورت نامنظم میشه. با توجه به همه مشکلاتی که گفته شد، میتونیم با تعیین زمان مشخص برای استفاده کودکان در ساعات مشخص از این خطرات جلوگیری بکنیم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.